شغلی هستی؟ من از 2.5 سال پیش شروع کردم به خوندن. 2 سال پیش بود که اولین کارم در اومد دیگه. تو آواز میخوندی از اول یا اینکه از اول اصلا در ارتباط با موسیقی کار رپ میکردی؟ از اول کار رپ میکردم. من اصلا نمیتونم بخونم. اصلا نمیتونم. در چه سنی با هیپ هاپ یا رپ آشنا شدی یا نزدیک شدی؟ فکر میکنم از 15-16 سالگی بود که تو مدرسه همه رپ گوش میدادن، توپاک گوش میدادن، خیلی دیگه اون موقع مد شده بود. از همون 15-16 سالگی بود، ولی نوشتن فارسی هم که من شعر مینوشتم اصلا سبکش رپ نبود، خیلی عامیانه و خیلی حالت شعر نو داشت که بعدن که یکم بزرگتر شدم حدود 3 سال پیش شروع کردم به نوشتن شعر رپ که شدیم این. چه ویژگی داشت رپ برات که برات جذاب شد؟ چی شد که اصلا جذب رپ شدی؟ یه سری از کارهای بچه‌ها رو گوش میدادم، بعد میدادم که خیلی حالت اعتراض داره. بعد اون زمانی که من شروع کردم به نوشتن شعر رپ، یه موقعیتی بودم زندگیم، یه حالتی بود که خیلی دگرگون بودم، کلن مشکلات زیادی داشتم و همون گروه انتقامم که درست کردیم اسمشو گذاشتیم انتقام، هدفم این بود که با کلمات از یه سری از کسایی که دوست داشتم حرفامو بشنوم با کلمات میخواستم ازشون انتقام بگیرم. از اول که کار موسیقی رو شروع کردی تنهایی شروع کردی یا با کسی دیگه شروع کردی؟ چون الان گروه انتقام رو عنوان کردی، میخواستم یه توضیح کوتاه راجع به این بدی لطفا. از اولی که خواستیم کارو ضبط بکنیم 2 نفری بودیم. بعد اینکه من سوگند، خب از قبل از اینکه این کارو شروع بکنم خیلی سال بود میشناختم و اینا، میدونستم سوگند تو کار موسیقی هستش و میخونه، و اینکه بهش پیشنهاد دادم که اگه حاضره با هم یه گروهی رو بسازیم که مثلا همکاری بکنیم که اون مثلا بتونه پاپشو بخونه یا مثلا رپشو بخونه، بعد کل رپش هم با من باشه، یه گهگداری هم اون رپ بکنه و اینا. بعد دوتایی شروع کردیم دیگه. الان دیگه فقط تنهایی داری کار میکنی درسته؟ الان حدود 1.5 سال که تنها دارم کار میکنم. بله. یادم زمانی نشسته بودم یه گوشه، میدونستم که تو رفتی واسه همیشه، هیچ وقت یادم نمیره اون حرفای آخر که میگفتی دوست دارم. من ساده میکردم باوره، همه ی حرفا دروغ بود، ولی الان فهمیدم که فقط یه خواب بود، خوابی که خیلی طول کشید، نمیخواستم بیداشم. چه کسی منو به این روز کشید؟ موقعی که به هم گفتن هستی با یکی دیگه، از خودم خواستم بگیره جونم، حتما با خودت گفتی این کیه دیگه. آره من ابله بودم، دیوونم، نمیدونستم که برات هستم یه عروسه. همکاری با بچه‌های دیگه‌ای که تو کار موسیقی هیپ هاپ هستن داری، چه حالا ایرانی چه غیر ایرانی؟ بله، تا الان داشتم همکاری با بچه‌های خود ایران و یه گروهی از داماس بودن که اونام ایرانی بودن، یه دونه آهنگ با اونا خوندیم. بعد از اینم یه 2-3 تا آهنگ هستش که با کسای مختلف دیگه قراره تنظیم بشه، و توی هلند قراره که با یه دختر مراکشی یه آهنگ بسازیم که اون عربی میخونه و من فارسی رپ میکنم که اونم به زودی آماده میشه. خودت فکر میکنی که بیشتر تحت تاثیر چه نوع موسیقی بودی و الان هستی؟ بستگی به مود آدم داره. اگه آدم مثلا چیزی که فلاکت زده باشه مثلا میشینه داریوش گوش میده، ولی راکو خیلی دوست دارم. از اولم راکو گوش میدادم و آهنگای ایرانی هم خب پاپ بوده دیگه، حتی تا بوده پاپ بوده بیشتر اینا، ولی از زمانی هم که با راک آشنا شدم خیلی دوست داشتم راکو، طرز شعر گفتنشون و کلمه‌ای که توش مصرف میکنن و دوست داشتم کلا. ولی هیچ وقت فکر کردی که بخوای خودت هم مثلا یه سبک دیگه کار بکنی، یا اینکه دوست داری واقعا تو همین کار هیپ هاپ بمونی؟ بودن موندنشو که همیمونم، ولی اگه بخوام سبک دیگه یو انتخاب بکنم احتمالاً راک. به زبان فارسی یا؟ به زبان فارسی. قرار بود که یه دونه کار با شهرام انجام بدیم که اون حالا زیاد مشخص نیست، 100% نیستش، ولی اگه موقعیتش اوکی بشه یه کار حتما با شهرام دارم. شهرام از گروه اوها. چه فرقی خودت بین خودت و دخترای دیگه‌ای که کار رپ میکنن میبینی؟
فرقم اینه که ممکنه من این ور باشم یه سری آزادیه داشته باشم که کسایی که تو ایران رپ میکنن، دخترایی که تو ایران رپ میکنن این موقعیت رو نداشته باشن، ولی از نظر اینکه آدم بخواد زحمت بکشه رو کارش، خب میدونم اونا مسلما زحمت میکشن رو کارشون، و فقط تنها فرقمونه که من این ور خیلی راحت‌تر میتونم از موقعیتم استفاده بکنم برای کنسرت دادن و آهنگ خوندن از نظر حجاب و اینکه قیافم رو بخوام مثلا نشون بدم، ولی اونا من چه موقعیتی هم ندارم. کار اونا رو هم دنبال میکنی و کار کس خاصی برات جالب هست؟ مثلا یه کسی هستش که برات محبوب باشه و خیلی جالب باشه از رپرای دختر؟ آره، سالومه رو مثلا داریم که خیلی من قبولش دارم، تکستاشو خیلی دوست دارم، قوقارم خیلی دوست دارم. خودت چه سختیایی تو کار میبینی فریناز؟ باید مراقب باشیم دیگه، یعنی موقعی که آهنگ میخونیم باید خیلی مراقب حرف زدنمون باشیم، چون خیلی زیر ذره بینیم، چون نسبت به پسرای رپر ایرانی تعداد دخترای رپر خیلی انگشت شماره، و اینکه خیلی بیشتر زیر ذره بین میریم که با چه لحنی بخونیم، چی بخونیم که زیر سوال نریم. حس رقابت مثلا با رپرهای دیگه داری؟ اگه داری مثلا با کیا و چرا؟ حالا چه دختر چه پسر؟ با پسرها که نمیشه مقایسه کرد، چون آخر خب فرق میکنه، پسرها با پسرها باید رقابت بکنن چون مثلا سبکشون ممکنه فرق بکنه، با دخترام نه. به نظر من هر کسی جایگاه خودشو داره، رقابتی نیست. به نظر من ما باید اتحاد داشته باشیم تا اینکه رقابت بکنیم، چون خیلی کمیم ما، و اگه اتحاد داشته باشیم کارا خیلی بیشتر و بهتر و قوی تر میشه. به نظر من رقابتی با کسی نمیبینم، نه. تو هنرمندایی که کار هیپ هاپ میکنن یا رپ میکنن، چه حالا ایرانی چه غیر ایرانی، خودت کیو واقعا خیلی دوست داری و تحت تاثیرش هستی و کارشو دنبال میکنی؟ از بچه های ایرانی هیچکس، بهرام با ریویو، ولی خب اون کار فارسی نمیکنه، انگلیسی رپ میکنه، ولی خب آدم بشینه حرفاشو گوش بده خب خیلی تستاش جالبن. تا حالا سعی کردی که بخوای تو بازار غیر ایرانی هم کارتو ارائه بدی؟ این کار آخری که داشتم به نام زن از رادیو و تلویزیون هلند به نام سیوی وست بود که اومدن سر ویدیو کلیپی که برای به نام زن ساختم، اومدن مصاحبه داشتن و از رادیوی فان اکس از هلند آهنگام الان پخش میشه. فکر میکنی براشون چی جالبه که این آهنگا رو دارن پخش میکنن؟ اون دیدی که به ایران دارن، اون چیزی که براشون مثلا گذاشتن جلوشون و از ایران تعریف کردن، هیچ وقت فکر نمیکنن که مثلا یه زن ایرانی بخواد تو این سبک مثلا فعالیت داشته باشه. براشون خیلی جالبه. حتی من مثلا برای دوستام آهنگای مثلا هیچ کس رو میذارم یا کسای دیگر رو، براشون خیلی جالبه چون فکر میکنن ایران انقدر بسته هستش اصلا مثلا بچه ها دنبال موزیک نمیرن، ولی وقتی اینو میشنون خیلی خوششون میاد. و حتی مثلا یکی از دوستای من مثلا کارهای بچه ها رو مثلا تو ماشینش میذاره به خاطر اینکه خیلی میگه مثلا از فلوش خوشم میاد و از یا مثلا از بیتش خوشم میاد. خودت آیا شانسی میبینی در بازار بین‌المللی بخوای با کار ایرانیت به اصطلاح بخوای بری جلو؟ شاید این شانس باشه، ولی اگه مثلا بخوام با یه کسی دیگه که مثلا توی هلند زندگی میکنه و اینکه مثلا با زبان خودش مثلا عربی چه میدونم مثلا ترکی مثلا بخوام بخونم، ما چون مقیم هلند هستیم، هلند خیلی برای این چیزا دیدش بازه و میپذیره، و اگه مثلا خیلی حال بکنه حتی مثلا تو تلویزیون هم نشون میده. بیشتر تماسایی که باد گرفته میشه یا بیشتر طرفدارات از کجا هستن، اینو میدونی یا نه؟ نمیشه اصلا گفتیم که از ایران بیشترن یا از خارج از کشور، چون از همه جا مثلا ایمیل میزنن، مسیج میزنن، خیلی کشورهای مختلف هستش، نمیشه گفت. بعد عکس العمل یا واکنش ایرانیای هلند چطوره؟ مثلا میبینن تو خیابون، خب مثلا اگه بشناسن میان سلام میکنن، سلام چطوری، دمت گرم، فلان، آهنگ تو گوش دادم، خیلی باحاله، ایول، موفق باشی، اینجوری مثلا برخورد میکنن. باور نکنی باهات میکنم شرط بندی، اینا که گفتم تشکیل داد از صرف است، بعد از این چیزایی میگم که هر کسی بفهمه بشکونه واسه این سرد است. زن نفس از بر بدن ها، به بدن از جنس زن ها، کمکشان هر دشت و دیار و سفر شد سیر و دشمن ها، قدمی خانه همتی خاصه شکست مانه شده سابه پس به شفرت سفر که میشه قسمت دنیا گرگن، چون مادر را گفتن گوکشن عمرن، تو هم اگه داشتی پول و قدرت به پایین دستا نمیدادی فرصت، پاینده یه مملکت برمیگرده مستقیم به حرف
زن به من تربیت و اساسیت و سخت نفسی از نو همه به عهده زن یعنی من خود زن اندازه یه من توی جنگ عذیت شد اینو ثابت شد از فکر نکو فرضیت زن همیشه میزنه به هر زخمی هر کن هیچ مردی کامل نی مگر با زنی تیف برقی قائل نی همش با سمی میگن آدم و هوا آهنگ و قطع نکن چون که بازم دارم برا گفتگوی بود با فریناز رپر ایرانی مقیم هلند که به تازگی از یکی از کارهاش با عنوان به نام زن مورد توجه زیادی قرار گرفته گفتگو رو شعله انجام داده بود.